با یه غمون تصادف اوناها الان دارن برای من دوربین میخرن مثلا اینجا به بعد ویدیو ها اصلا کیفیت یه حکم مثلا ما که باید بزرگتر میداشت آره کوچیکن خیلی ابعاد اصلا اومدیم به همون مارکتی که سری قبلا بهتون نشون دادم. اینجا یه حالتیه که مارکتیه که توریستی نیست خیلی. انگار که مثلا خود مردم اینجا بیشتر میان خرید میکنن. خیلی شکل بازار و استوری داره. جالبه به نظر من که آدم بیاد ببینه. میگفتش که اونجا که خونم یکی از بزرگترین از این مارکتای بهش میگن تو آمریکا فارمرز مارکت. یکی از بزرگترین فارمرز مارکتای اروپا است این خیابون. یعنی بازار کشاورزها. آره ولی خب اینجا تو شمال ایران هم داریم چش بهش میگن آره بازار یک شنبه بازار آره شنبه بازار بازار هفتگی دقیقاً باشه بازار هفتگی و دیگه دکه دکه است و آتو آشغال دیگه زبال فروشیه باشه ولی مثلا اینجا میتونی وافل تازه بخری خوراکی ها خیلی تازه و باحال Hello, it's finished. Bye. Thank you. دیگه تازه تر از این نمیشه دیگه آقا جلو خودمون درست کرد ببین اینجا وافلاش خیلی خوب و تازه و نصف قیمت جاهای دیگه هست و هر جا که وافل دارن نگاه کنین چه صفیه اون ته صفه برای وافل دیگه ترکیدیم انقدر خوردیم نوبت سیب زمینیه حالا اینم سس یاپی خیلی خوشمزه است اسم سسش چی بود؟ یاپی خیلی خوشمزه است یکم حالت شیرین داره ولی یک کم شیرینه مثلا خیلی خوبه ماهیخوار اعظم اومد دوباره هرینگ بخوره این یکی دوم هم داره حالا امیدوارم دومش رو دیگه فکر کنه بندازه دور حداقل ببین اینجا یکی از مزیت‌هاش اینه که حتی تو این بازارهای هفتگی هم همه جا میتونی با کارت پول بدی همه جا اپل پی رو قبول میکنن Thank you Yay بادمجون بادمجون ها با هم ماهی میخورن You have to explain what is بادمجونز also باجنا باجناق آندره نمیتونه بگه باجناق میگه بادمجون What's your relationship with پویا؟ I don't know, he's my بادمجون Exactly, that's how it works Yeah, they told me that now we have بادمجونز, okay? You're بادمجونز الان نسبت این دوتا با هم اینه که بادمجونن با هم یادتونه که توی ویدیوهای قبلی آمستردام گفتم که موزه ون گوک رو ما نتونسته بودیم ببینیم به خاطر اینکه بلیتشو از خیلی قبل آدم باید بگیره و ما اومده بودیم بلیت نداشتن بعد این دفعه دیگه حواسمون بود از چند هفته قبل بلیت خریدیم و الان اومدیم به موزه ون گوک این پالت نقاشی ون گوکه خیلی خفنه بعد از نزدیک که میبینی تمام برق باسابه رو این قلمای روغنی که کشیده رو میبینی تو عکس اینا معلوم نیست ولی اینجا قشنگ متوجه میشی که هر کدوم اونا رو این نشسته دونه دونه کشیده روی اون و وقت گذاشت دلیل دیگه موزه اومدن هم اینه که آدم یه وقتی میذاره که در مورد اینجور موارد یاد بگیره میای گوش میدی در موردش میخونی در موردش توی خونه آدم ممکنه کار نکنه خیلی زیاد از چهره خودش نقاشی کشیده یعنی سلف پورتری زیاد داره و میگن که یه دلیلش اینه که پول نداشته بده مثلا مدل استخدام کنه یا کسی که بیاد وایس اونجا که این ازش نقاشی بکشه به خاطر همین از خودش نقاشی میکشیده الان توضیح داد که ونگوک
به زندگی کارگر و کشاورز و اینا خیلی علاقه داشته و مثلا در مورد یکی از نقاشی‌هاش گفته که اگه اشتباه نکنم دستان یک دختر کارگر خیلی قشنگ‌تر از دستان یک لیدی هست و کلا خیلی علاقه داشته به این که اینطور آدم‌ها رو نقاشی کنه و سعی می‌کرده که احساسات واقعی اونا رو نشون بده توی نقاشی‌هاش، یعنی دقیقاً طوری که مثلا اون کارگر داره فکر می‌کنه زندگی می‌کنه همون رو توی نقاشی‌هاش نشون بده. نقاشی که الان میبینی یک انجیل بزرگی هست که ون گوک یک ماه بعد از مرگ پدرش کشیده که انجیل در واقع پدرش هست و الان گفت که یک کتاب کوچیک هم کنارش هست که از یک جهت چسبیده به این انجیل باهاش تماس داره و در واقع اون کتاب جدید امیل زولا هست، نویسنده فرانسوی، که ون گوک معتقد بوده این کتاب امیل زولا انجیل عصر جدید هست، انجیل مثلا معاصر هست و نشون دهنده تفاوت اعتقادات مذهبی ون گوک و پدرش بوده. این فکر کنم معروف‌ترین پورتری هست که ون گوک از خودش کشیده، به خاطر همینم انقدر جلو شلوغ و می‌بینین اصلا جا نیست آدم بخواد یه عکسی فیلمی چیزی بگیره. حالا دلیل اهمیت این تابلو چیه؟ اینجا توضیحی که داده اینه که اولا که خب اون کلاهی که سرشه مثل خیلی از پورتره‌های دیگه‌اش کلاه حصیری نیست، کلاه شهریه. بعد اون حالت آبی، رنگ‌های آبی که دورش هست میگه که نشون دهنده آمیخته شدن نقاشی اون دوره و ون گوک با علم هست. یه سری نقاشای پاریسی بودن که خیلی مدرن بودن، می‌خواستن همش راه‌های جدید رو امتحان کنن. ون گوک هم راه اونا رو دنبال کرده و داشته امتحان می‌کرده که رنگ‌ها رو به جای که روی پالت میکس کنه خیلی ظریف کنار هم قرار بده که نتیجه مورد نظرشو بگیره. این توضیحاتو کامل خیلی مفصل‌تر دادم قبلا توی ویدئوی قبلی، ویدئوی سال قبل توی آمستردام که رفته بودیم موزه رایکس یا ریکس، اونجا که رفته بودیم در مورد ون گوک و امپرسیونیست کامل بهتون توضیح دادم. توی اون میتونیم بیشتر در مورد کلا مکتب امپرسیونیست بشنویم و ببینیم. توی این نقاشی ون گوک داشته سعی می‌کرده که تکنیک نقاشی‌های ژاپنی رو پیاده کنه. ولی خیلی بزرگتر از چیزیه که فکر میکردم، 3 طبقه است. بعد خیلی از کارهای ون گوکو داره. خب بعد این آدیو گاید هم که توضیح میده در موردشون جالبه. من توقعم این موزه خیلی کوچیکتر و مختصرتر بود. جالبه در مورد این نقاشی شکوفه های بادوم توضیح داد که ون گوک اینو هدیه داده بوده به برادرش به خاطر اینکه برادرش و زنش صاحب بچه شده بودن و این شکوفه های بادوم هم نماد شروع زندگی جدید هستن و این برادرزادش که به دنیا آمده اسم اونم وینسنت گذاشته بودن و همین برادرزاده در واقع بنیانگذار این موزه هست که ما الان اومدیم توش، یعنی موزه رو همین برادرزادش درست کرده. خب از موزه اومدیم بیرون دیگه، تموم شد، موزه رو بستن کلن، ما رو انداختن بیرون. چطور بود بچه ها موزه؟ Perfect. خوشتون اومد؟ چی آموختیم؟ What did we learn from this museum? Painting is hard. نقاشی کشیدن سخت. خیلی تلاش کردم دوباره منگو کلزای اول. The spirit of artist was presented very well, exactly. In my opinion. His ideas, his mentality, his perspectives, everything. روح هنرمند خیلی خوب نشون داده شده. قسمت های عمرش گذاشته بودن، یعنی بخش بخش کرده بودن، مثلا 2 سال اول، 2 سال وسط، 2 سال آخر، ولی این پیشرفت و اون تغییر نگاهش رو میتونستی ببینی. اگر وقتی رفت دیوون خونه همه نقاشی های موجای خاصی داشتن که دیگه توی نقاشی قبلیش نبود. اگر میخواین که خیلی کوتاه کارهای ون گوک رو به ترتیب ببینین، کارهای معروفش رو، من توی کانال دوم یوتیوبم یه ویدیوی 1 دقیقه‌ای درست کردم از کارهای ون گوک، کارهای خیلی معروفش پشت سر هم و با تاریخی که نقاشیشون کرده، لینکش رو میذارم، میتونین کلیک کنین 1 دقیقه کارهای ون گوک رو خیلی کوتاه و مختصر ببینین.
نداری؟ یه جیزز ناراحت هم اونجا هست، دارم سینه ها شما ساج میده اون پشت.